در برنامه گذشته به موضوع سجده پرداخته و آن را نماد آخرین منزل قرب و به سال الهی و برترین مقام توحید یعنی توحید ذاتی دانستیم. آنگاه از مراتب سجده بر پایه مراتب ساجدان که عبارتند از اهل علم، اهل یقین، اهل شهود و اهل تحقق سخن گفتیم. سپس استعداد اولیای الهی را از حیث توجه به وحدت و کسرت متفاوت انگاشته و اولیای کامل را برخلاف اولیای غیر کامل که توجه صرف به وحدت دارند صاحب توجه جامع به وحدت و کسرت برشمردی پس از آن به چگونگی شکلگیری سجده در شب معراج پرداخته و در پایان ارزش و اسرار سجده را از دیدگاه امام صادق علیه السلام عرضه داشتیم در این برنامه نیز به موضوع سجده و آثار معنوی آن پرداخته خواهد شد بسم الله الرحمن الرحیم بحث در اسرار سجده بود در جلسه گذشته نگاهی که امام رضوان الله تعالی علیه به بحث سجده داشتند در واقع این سجده فرمود نباید یکی از مقامات و منازلش بدانیم چرا به لحاظ اینکه در واقع سجده دیگه پایان خطه سجده دیگه اون نهایت عبودیت و منتحن نهایه وصوله از این جهت ما نباید به او منزل و مقام بگیم اون دیگه در واقع رسیدن به فناع ذاتی است و توحید ذاتی در چنین مقامی ارز کردیم حالا سلاک متفاوتند بعضی ها وقتی به اون فنا رسیدند در اون مرحله میمانند و بعضی استعداد بیشتری دارند به حسب اونچه که در عین ثابتشون در اعیان ثابته در فیض اقدس عنایت شده اینها هر که در عالم پایین هم فیض مقدس و اندازه استعداد در فیض اقدس هست در نتیجه اگر استعداد تا اونجایی باشه که اینها فنای در توحید پیدا بکنند و فنای در وحدت محض باشه بیشتر از این استعداد نداشته باشن گفتیم در اونجا متوقف میشن یعنی توجه به وحدت دارن توجه به کسرت ندارن اما اگر استعداد بیش از این باشه در عین توجه به وحدت توجه به کسرت هم خواهند داشت انزل اینینند یعنی هم چشم راستشون بازه و هم چشم چپشون بازه این آقایون معمولا چشم چپ رو به کسرت میزنن و چشم راست رو به وحدت میزنن چشم راست که یعنی آرا وحدت بین است چشم شب یعنی کسرت بین است و در نتیجه این انسان که به این مرحله رسیده هیچ کدام از خلق و حق هجاب دیگری نخواهد بود در عین اینکه خلق را میبیند حق را میبیند در بحث گذشته اشاره کردیم این کمی روم سرامداره در حال رکوع انگشتر میده گفته نشود بر اینکه اگر حضرت حضور قلب دارد پس چرا توجه به فقیر میکنه و اگر توجه به فقیر دارد پس حضور قلب حضرت کجا رفت گفته شد که این در واقع اشاره به زل این بودن هست یعنی در عین اینکه وحدت را میبیند کسرت را هم میبیند البته در کنار این حوادث حادثه های دیگری رو هم نقل کردن در اینکه امیر سلام الله علیه در حال نماز از پای حضرتش تیر رو کشیدن بیرون حضرت متوجه نشد و یا برای بیانی که از امام سجاد علیه السلام در بحث های گذشته به ازتون رسید که در کنار حضرت سجاد سلام الله مشغول نماز بود آتشی برپا شد حضرت عنایت نکرد بعد که تمام شد گفتن که یبن رسول الله چه شد که شما به اون آتش توجه نکردید فرمود که الحتن نار الکبرا اون نار کبرا باعث شد که من توجهی کنم نسبت به این مسئله که اون آتش از قیامت و آتش قهر الهی رو من میدیدم با شد که من توجه به اینها نکنم قرض این که اگر احیانا این گونه مسائل و این حالات باشه این باز ناقض توجه به جانبین یعنی جانب وحدت و کسرت این اولیاء الهی ندارد بلکه اونا این توجهشون رو دارن یعنی منتها یعنی در عین اینکه توجه به وحدت دارد به کثرت هم توجه دارد اون گاهی ممکنه که حالت اینها جوری باشه که حالا اینا دیگه اختزاعات حالات اولیا هست خودشون میدونن جوری باشه که در اون حالت توجهش به وحدت بیشتره یعنی به جوری که غلبه وحدت بر او بیشتر شده توجه به کسرت دارد آتش بغل دست رو میداند اما و میبیند اما توجه نمیکنه چرا که یک امر مهمتری توجهش رو جلب کرده اگر از پادر میارن ممکنه حس می کند ولی اونقدر توجه به باطن او رو مجذوب کرده که فعلا این رو بهش اعتنای نمیکنه اون دیگه ارز کردیم بستگی به حال اون ولی دارد که آیا به این کسرت الان توجه بکند یا نکند یک جای می که بعد باید توجه بکند می کند یک جایی با توجه نکند نمی کند ولی این معناش این نیست که این توانمندی رو ندارد این توانمندی رو دارد که به هر دو توجه داشته باشه او مثل ما نیست که خلق برای ما حجاب است و حق رو نمیبینیم در کسرتیم نمیتونیم تمرکز پیدا کنیم یا اون کسی که به مرکز وحدت رسیده اون دیگه خلق رو نمیبیند حق حجاب شده براش و خلق رو کثرت رو نمیبیند اون دیگه اینجوری نیست به هر دو جانب توجه میکنه و به هر دو جانب میتونه توجه بکنه این توانمندی رو داره که با دو چشم ببیند با هر دو دست بردارد این توانمندی درش پیدا شده حالا در یک جا باید بردارد در یک جا ترجیح میده که نه فعلا به اون مشغول باشد اون سخن دیگری اون حرف دیگری است بحث سر توانمندی ذاتی است که این استعداد ذاتی در این ولی موجوده این استعداد ذاتی در این ولی حق وجود دارد امام رضوان الله تعالی علی در ادامه بحث گذشته در پایان بحث گذشته توصیه رو فرمود فرمود ما که اون نماز رو نداریم ما که اون حالات رو نداریم لا اقل به درگاه خدا مثل یک استر مستر بیچاره ای که از همه چیز ناامید شده و از همه جا دلش بریده به درگاه خدا اظهار تزلل کنیم تا اینکه مورد عنایت قرار بگیریم بعد در ادامه فرمود که و پیشانی بر خاک مزلت بگذاریم و از خداوند جبران نقائص را طلب کنیم و ارز کنیم بار ها ما در هجابهای ظلمانی عالم طبیعت و نفس و هواپرستی و خودخواهی هواپرستی و خودخواهی واقعیم و شیطان در رگ و پوست ما نفوس پیدا کرده و از دست این دشمن به تو پناه میبریم و میخواهیم که ما را دستگیری کنی توجه ما به غیر تو از روی استهزا نیست نه که در اون بیان داشت کسی که توجه به غیر میکنه داره استهزا میکنه فرما توجه ما به غیر از روی استهزا نیست ما چه هستیم و چه هستیم که در محضر قدس ملک الملوکی ملوکی علال اطلاق استکبار و استهزا کنیم ولی قصور ذاتی و نقص ما قلوب ما را از تو منصرف داشته و اگر اسمت تو نباشد یعنی تو دست ما را نگیری اگر اسمت تو نباشد ما در شقابت خود تا ازل باقی هستیم و راه نجاتی نداریم لاغل این تذر و تذلل رو در پیشگاه خدا داشته باشیم اگر اون احساس ها رو ما نمیتونیم در رکو پیدا بکنیم لاقل این گونه احساس رو داشته باشیم تا اینکه انشالله مورد نایت قرار بگیریم حاصل سر سجود در مزاق اولیا تسبیح از کسرت واحدیت و توجه به ربوبیت ذاتیه که حاصل تجلیه به فیض اقدس است و پناه به اسم الاول العلی الاعلا و تمجید و تسبیح و توصیف تمام به لسان ذات در حضرت احدیت به کسر آینه و مرآت واقع می شود اشاره به همین است که تمام این مرای دیگه چون تمام اسما به نوعی مرآت ذاتن تمام این اشیا مرآت برای نشون دادن ذاتن وقتی رسید به اون جایی که اسم الاول العلی الاعلا به اونجا رسید دیگه همه این مرائی و مرآت ها فرض این است که دیگه پشت سر گذاشته شد تمام این کسرات پشت سر گذاشته شد و اون علو و حق را داره مشاهده میکنه و بعد میفرماد با سجده بر تراب تمام شد دائره کمال انسانی وقتی که سر بر خاک میگذاره دائره کمال تمام میشه یعنی رفت اوج گرفت رفت بالا باز برگشت توجه به کسرت میکنه و این سیر کامل میشه سیر نزولی سیر سعودی یا مسافرتی که من الخلق ال الحق داشت و من الحق ال الخلق داشت و با اینکه سر بر خاک میگذاره در واقع سیر دایره کمال تمام شده الان که هم از حق از خلق به حق رفتم و هم, هم از حق به خلق اومدم این رو توجه داشته باشیم که سیر از حق به خلق سیر تنزلی نیست با سیر سعودی است یعنی رسیدن به مقام ارشاد یعنی رسیدن به مقام هدایت که دیگران رو هدایت کنه و این خودش استعداد ذاتی لازم داره به مقام برزخیت دست یافتن است به مقام ارشاد هدایت دست یافتن است سیر نزولی نیست منتها این ظاهرش این است که حالا من هم به کثرت توجه دارم و هم به وحدت خب این بیانی بود در ارتباط با مسئله سجده و اسرار سجده در نگاه اهل معرفت از قلم امام رضوان الله تعالی علیه بازی مقدار بحث رو روایش کنیم در باب سجده و اهمیت سجده از زبان روایات که ایمه علیه مسلم برای تصویر این مسئله که سجده چقدر مهمه و چه آثاری داره به ابعاد مختلفش برداختن در بحث گذشته به برخی از ابعاد سجده اشاره شد که سجده واسطه دستیابی به شفاعت هست سجده با دستیابی به فضل و عنایت خاص الهی هست طول سجده و کثرت کس سج... سجده باعث این میشود که انسان فرصت ورود در بهش براش فراهم بشود برخی از ابعادش در جلسات گذشته اشاره کردیم در ادامه اون بحث و باز توجهی که باید به سجده بیشتر کرد این است که طول سجده در خلوت باعث خشم شیطان هست قال صادق علیه السلام ان العبد اذا سجود السجود حيث لا یراه احد اگر انسانی در جای خلوتی که کسی او رو نبینه سجده طولانی انجام بده قال شیطان وا ویلا اتا و اسید و سجد و ابید اینا اطاعت کردند و وای بر من اینا اطاعت کردند اما من اسیان کردم و تقیان کردم اینها سجده کردن و من عبا کردم و زیر بار فرمان به سجده خدا نرفتم سجده طولانی در خلوت اطال از سجود یک سجده طولانی باشد هیسلا یراه و احد که جنبه ریا پیدا نکنه. یعنی واقعا برای خدا سجده کرده فریاد شیطان رو بالا میبره این دو تا خاصیت داره یکی اینکه فردا فریاد شیطان رو واقعا بالا میبره و یکی اینکه اون شیطنت ها رو تو وجود انسان نابود میکنه و از بین میبره و ترد میکنه و دور میکنه در خلوت انسان اونسه با خدا پیدا بکنه اونسه با حق پیدا بکنه بله اینها باعث میشه که انسان اون شیطنت ها شیطنت مگر چیه شیطنت بیباکی و تمرد بیباکی و ناپاکی ناپاک بیباک رو میگن شیطان اون ناپاکی ها اون بیباکی ها اون تمرد ها اون قرور ها خودخواهی ها عجب خودپسندی ها اینا در سجده واقعا شکسته میشه خصوص از در خلوتی که کسی هم نبینه شو ریا پیدا بکنه این نوع شیطنت ها هم نمیتونن تو وجود انسان اثر بذارن اینا هم از انسان دور میشن همون شیطان بیرونی و همون شیطان درونی خلاصه فریادشون بلند است و اینکه سراغ انسان نمیان قال علی علیه السلام عتیل السجود سجده رو طولانی کنید فما من عمل اشد علی ابلیس من ان یرا ابن آدم ساجدن هیچ عملی سختتر و سنگینتر برای شیطان نیست که ابلیس که ببینه که انسان سجده میکنه لانه عمر به سجود فعسا چون دستور داده شد سجده کن نکرد حالا که میبینه دیگران دارن این کارو میکنن به شدت نگران میشه باز در بیان از امیر علیه السلام هست که طول سجده باعث نجات از آتش میشه فرمود طول القنوت و سجود یونجی من عذاب نار اگر انسان قنوت طولانی داشته باشه یا سجده طولانی باعث میشه که از عذاب آتش نجات پیدا بکنه امام صادق علیه السلام طول سجده رو از سنن عوابین و توابین میدونه اونهایی که اهل توبه هستن فرمود علیه که به طول سجود سجده های طولانی انجام بدید فاین این که من سنن الاوابین اینایی که اهل توبه هستند کسرت سجده باعث ریخته شدن گناهان انسان هست و ورود در بهشت قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان العبد اذا قام وقتی انسان پا میشه نماز بخونه اتیه به ذنوبه کلها فوزعت علی رأسه همه گناهانو میاره میذاره سرش این انسانی که پاشده میخواد نماز بخونه گناهان میارن میزن رو سرش و آتقهی و روی شانش فکل ما رکعه او سجده تساقطت من به ازای رکوع سجودی که انجام میده این گناهان از بین خواهد رفت باز بیانی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود اکثر من از سجود سجده زیاد انجام بدید فانه فَا ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة هیچ مسلمان نیست که سجده برای خدا انجام بده الا رفعه الله بها درجة في الجنه مگر اینکه خداوند درجه او رو در بهش بالا میبره و حتی به بها خطیئتا و یک خطایی رو از او از بین میبره در مقابل نعمت ها ما موظفیم سجده کنیم سجده داشته باشیم در مقابل نعمت ها شکر سجده شکر امام صادق علیه السلام فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان فی سفر یسیر علی ناقه یسیر در یک سفری سیر میکردن بر یک شطوری سوار بودن ناقه له او از نزله یه وقتی حضرت پیاده شد از سر شطور فسجد خمس سجدات پنج سجده را از رد انجام داد فلا ما رکبه وقتی از, از سوار شد گفتن قالو یا رسول الله انا رعینا سنعت شیطن لم تصنعه کاری کردی که ما قبلا ندیده بودیم انجام بدی از ناقه پیاده شدی از شطور پیاده شدی و پنج سجده انجام دادی فقا رسول الله علیه و علیه و سلم حضرت فرمود نعم استقبلنی جبرئیل بر جبرئیل اومد سراغ من فبشرنی به بشارات من الله فسجدت لله شكرا لكل بشرا سجدتا من برای تشکر به ازای هر بشارتی که جبرئیل به من داد یک سجده رو من انجام دادم هشام ابن احمر نقل میکند میگه کنتو اسیر و ما عبیل حسن علیه السلام با امام کاظم علیه السلام هم سفر بودیم فی بعض اطراف المدینه در بیرون مدینه با هم راه میرفتیم اسن نارج له اندابته ناگهان امام از مرکبش پیاده شد فخر را ساجدن بعد به سجده افتاد فعتال و عتال سجده طولانی انجام داد ثم رفع راس و برک دابته سر و سوار بر مرکب شد فقل تو فداک قد اتلت السجود خیلی سجده رو طولش دادید فقال انی ذكرت نعمتن انعم الله بها علی فاحببت ان اشکر ربی به یاد یک نعمتی افتادم دوست داشتم که تشکر کنم از پروردگارم به سجده افتادم قال الباقر علیه السلام بیان امام باقر علیه السلام دارد ان ابی علی ابن الحسین پدرم اینجور بود که ما ذکر لله عز وجل نعمتا علی نعمتی بر او ذکر نمیشد به یاد نعمتی نمیافتاد الا سجده سجده میکرد ولا قرع آیتا من کتاب الله عز وجل فی سجود الا سجده آیاتی که سجده داشت که اطلاقش چه واجب چه مستحب همه رو میگیره هر سجده ای که آیه که درش سجده بود هزش سجده میکرد ولا دفع الله عز وجل ان حسوعا یخشاه او کید کائد الا سجده یک چیزی که نگران کننده بود از حضرت برطرف میشد یا کید کید کننده از او دفع میشد حضرت سجده میکرد ولا فرق من صلات مفروضت الا سجده نماز واجب تمام میشد حضرت سجده میفرمود ولا وفق اصلاح بین اثنین الا سجده اگر توفیق پیدا میکرد بین دو مسلمانی ارتباطی برقرار بکنه و اختلاف نگرانی رو برطرف بکنه بعد از اون سجده میکرد و کان اثر سجود فی جمیع مواضع سجودهی اثر سجود در جمعی مواضع سجود پیشانی و دست ها و اینها وجود داشت فسومی از سجاد لزالق به این دلیل به حضرت سجاد میگفتن چون زیاد سجده میکرد باز در باب سجده شکر از امام صادق علیه السلام داریم ایما مؤمن سجد لله سجد ان سجدتن اگر مؤمنی سجده شغل شکر شکر عمتن فی غیر صلات در خارج از نماز برای نعمتی سجده شکر به جا بیاره کتب الله له بها عشر حسنات و مها عنه عشر سیئات ده حسن خداوند براش مینویسه ده سیئه را ازش دفع میکنه و رفع له عشر درجات فی الجنان ده درجه او رو در بهشت بالا میبره و همچنین امام صادق علیه السلام در بیان فرمود من سجده سجده شکر لنعمتین اگر کسی سجده شکر به خاطر نعمتی انجام بده و هو متوزعون ها عشر سلوات خداوند ده نماز رو بر او می نویسه و محا انها عشر خطا یا ازام ده خطا یا بزرگ رو هم از او برطرف میکنه مرحوم آمیزادهای ملکه تبریزی رزوان الله تعالی علی در اسرار سلاتشون روایتی رو نقل میکند که ان العبد اذا صلى ثم سجد سجدت الشکر نماز بخونه و بعد از اینکه نماز خون سجده شکری به جا بیاره که تشکر میکنم خدای متعال از اینکه توفیق دادی به من که من نمازمو بخونم فتح رب تعالی الحجاب بین العب و بین الملائکه خداوند میاد هجاب بین این بنده نمازگذار بین ملائکه رو برمیداره فیقول یا ملائکتی الی عبدی ملائکه من نگاه به این عبد من بکنید ادا اد فریزتی و اتم احدی سم سجد شکرن این بنده من واجبش انجام داده به عهدش وفا کرده کامل انجام داد بعدم داره تشکر میکنه بر چی علاما ان امت به علی با اون نعمتی که من بهش دادم توفیقش دادم که نمازشو بخونه داره تشکر میکنه نگاهش بکنید ملائکتی مازا لهو چی به نظر شما به این عبد بدم فیقول الملائکه یا ربنا ملائکه به پروردگار میگن که خدای از رحمتت به او بده یا ربنا رحمت رحمت سمّ يقول تعالى، و رحمتک به ثم یقول الرب تعالی تبارک و تعالی ثم مازا خب شما گید رحمت ثم مازا بعد چی بدم فیقول الملائکه یا ربنا جنتک بهشت بهش بده فقو یقول الله تبارک و تعالی ثم مازا بعد چی بدم فیقول الملائکه کفایت مهماته خدای مهماتش رو امور مهمش رو کفایت کن فیقول رب ثم قال بعد از اینکه اینا اینطور گفتن فلا یبقا من الخیر اون اینا هی سوال میکنه و مراکم هی جواب میدن فلا یبقا من الخیر اون الا قالت الملائكه مگر اینکه ملائکه میگن که اون رو بهش بده فیقول الله تبارک و تعالی ثم ماذا بعدم هی خدا فرماد بعدش چی فیقول الملائکه یا ربنا لا علم لنا ما دیگه نمیدونیم چی بگیم هر چی بلد بودیم گفتیم که اینها رو به این ساجدی که الان بعد از نمازش خونده و داره سجده شوق به جامیاره بهش بده قال فیقول الله تبارک و تعالی خدای متعال فرمود که اشکر له کما شکر لی منم ازش تشکر میکنم همینطوری که او از من تشکر میکنه منم ازش تشکر میکنم حالا ببینید که ان الله شکر خداوند شکور است خداون انه شاکر علیم شاکر است خدا وقتی که میخواد تشکر کنه چه کار میکنه او که دیگه با لفظ نیست او که با یه مرسی و با یه خیلی ممنون و با یه تشکر میکنم و با آفرین بنده من اینا که نیست با چی تشکر میکنه اینا هم نیست یعنی فوق ایناست چون اینا هی گفتند و گفتند و گفتند فرمان نه اشکر لهو کما شکر علی و اقبل و و اقبل و الی و اراه و بچی من اصلا خودم میرم سراغش خودم رو نشونش میدم این چیه چه تشکریست چه قدردانیست مرحوم آمی جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علی باز در اسرارش دستوری رو برای سلوک و برای نقل میکنه میفهمم سوال کردم از سل تو عمل مجرم یا اثر فی اصلاح قلب از استاد عارفم پرسیدم که چکار کنیم که ما باشی در اصلاح قلب و جلب معارف که دلمون پاک بشه و معارف رو به دست بیاریم فقال قدس سهر العزیز استادمون فرمون ما رعی و عملا مؤثرا فی ذالکم مثل مداومه علا سجده طبیله فی کل یومن و لیلت مرتن واحده هر شبان روز یک سجده فی کل یوم و مره واحده یک سجده داشته باشیم سجده طولانی یقال و فیها لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین اونم با این توصیه که نه فقط این ذکر رو بگیم ذکر یونسیه هست نه فقط این ذکر رو بگیم بلکه لا اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین فرموده بود که یقوله و هو یرا نفسه مسجونه فی سجن طبیعه یعنی جوری باشی که واقعا احساسش در حال سجده فقط ذکر نباشه با این احساس بگه که منم که در سجن طبیعت گرفتارم منم که در زندان طبیعتم گرفتارم و مقید به قیود اخلاق رزیلم اعتراف بکنه به انک لم تفعل ذالک بی و لم تظلمنی خدا یا تو به سر من اینجور نیاوردی تو به من ستم نکردی و انا الذی ظلمت نفسی و اوقعتها فی هذا حال من خودم رو به این بیچاره گفت کندم اون چه از تو رسیده محبت و بزرگواری بوده اون چه از تو رسیده کرم بوده اما اون چه از من برخواسته این سمس ظلم و ستم و اینها بوده این احساس همراه با اون ذکر یونسیه لا اله الا انت سبحانك کن كنت من الظالمین همراه با چنین حسی فهمیدی که بسیار مؤثره علاوه بر این و قرائت سوره قدر فی لیله الجمعه و اسف فی اسرها 100 مره شب جمعه و عصر جمعه هر کدام صد بار سوره قدر رو خوندن بعد مرحوم ام جواد آقا میفرماد که و کان اصحاب او عاملین به تمام اینهایی که شاگردای استاد بودند اینها همشون عمل میکردند به این دستور هم اون سجده ها رو در شب و روز انجام میداد در سجده های طولانی و هم این دستور که شب جمعه و اصل جمعه هر کدام صد بار سوره الله رو میخوندن کل من هم علاوه حسب مجاهدته من رو با امیزا که هر کدام از اینا دیگه اون تلاش که می کردن. و سمعن بعضهم انهو کان یقولهو سلاس آلاف مره که شنیدیم بعضی از هم شاگردی هامون و بعضی از شاگردان استاد سه هزار بار اون ذکر یونسیه رو با اون احساس و اون حالت در رکوهاشون میگفتن حالا مقصود از سجده طولانی به معنای یکی دو دقیقه نیست چهار پنج دقیقه نیست البته حالا اینم باید توجه داشت که این رو ما زیاد توصیه میکنیم به به خصوص ها که علاقه مندن به اینکه ارتباط با خدا داشته باشند این دستور رو نباید به جوانی داد که یک جوان دانشجوی فرض حالا اومده میگه که من اظهار علاقه میکنه به سلوک اظهار علاقه میکنه به اینکه من دوست دارم که برنامه خودسازی داشته باشم بیام بگیم آره برو مثلا روزی یه سجدی انجام میده سه هزار بار ذکر یونسیه رو بگو مثلا ببینید این کلاس افراد متفاوته اون کسی که تو مایه کلاس آمیز جواد آقای ملکه تبریزی است او سه هزار بار در رسی بگه ولی به جوانی باید بگن اولا جلو محرمات رو بگیر گناه نکن واجبات رو انجام بده مستحبات رو در حد حفظ نشاطت مکروهات رو در حدی که توانداری انجام بده و بعدم وقتی وارد کار میخوای بشی اگر میخوای مثلا این عبادت رو انجام بدی بعد از نماز اشاید مثلا میخوای حالا به سجده بری اونجور نباشه که خسته بشی عبادت و ذکر برای تو چندشاور نباید باشه اگر سخت بر او گرفتیم حتی این کتاب هایی که در باب اولیا الهی نوشته شده اینها رو ولی اون که مثلا ممکن آدم به جوان ها بگه اینا رو برید بخونید حس خوبی میگیرید حالت خوبی میگیرید تو فضای معنوی خوبی میایید ولی باید پشت سرش توصیه کرد که این دستور العمل هایی که نوشته توش انجام ندید اینایی که نوشته مثلا من روزی فرض 100 هزار لا اله الا الله لا مثلا میگفتم یا از قول اون آقا نقل میکنن که روزی 100 هزار بار لا اله الا الله میگفت هزار بار چنین چرا میکرد اینا دید کلاس شما نیست هر وقت رسیدی به کلاس مرحوم کشمیری هر وقت رسیدی به مرحوم کلاس کلاس مرحوم جوادای ملکی تبریزی هر وقت تو کلاس هاشم حسین مولا همدانی این کار انجام بده فعلا این رو تو حس بگیر که اون تشنگی درش به وجود بیاد همین الانی که هنوز اون تشنگی درش پیدا نشده یه دفعه اه... توی یک اقیانوسی به شنا وادارش نکنیم این فعلا یه مقداری با توی جای مرتوبی احساس رطوبتی بکنه احساس عطشی بکنه احساس تشنگی بکنه کم کم دست و پای بزنه یواش یواش توی جویباری کم کم توی ای کم کم توی استخری بعد یواش یواش بیاد بالا اینی که هنوز نمیتونه اون حالات داشته باشه به مجبورش کنی یا نه مجبور نه تشویقش کنی بر اینکه این جور اعمال رو انجام بده بالاخره میبره وسط کار وقت خسته میشه و کم میاره لذا این رو باید توجه داشته باشیم که جوانهای ما الحمدلله ذوق و شوقی زیاد توی این بحث ها دارن معنویات قشنگی رو میخوان دستورای سلوکی میخوان و برنامه‌هایی هست که باید تشنگی اونها رو افزایش داد آب کم جو تشنگی آور بده، دست تا که جوشت آبت از بالا و پست این اتش و تشنگی اگر تو وجود افراد بمونه بالاخره به نتیجه میرسه ولی اگر به جای ایجاد اتش ما بیم مسائل رو به جوری تزریق بکنیم این میبینی همین اتش هم از کار میره همین هم میفته و دیگه میره کنار خستش میکنیم در ذکر خستش کنیم در عبادت خستش کنیم در این گونه مسائل اینها مسائل نیست که ما بریم ب... مثلا فرض که یه جوانی دانشجو یا غیر دانشو بگیم آره امیدوارد آقا اینجوری فرموده و این سه هزار بار ذکر رو برو بگو و امثال اینها نه به خصوص اگرم میگه بگم باید بگن نه. نه برو سجده رو انجام بده اما ده بار بگو بیس بار بگو رو بگیر گناه نکن مراقب چشمت باش مراقب زبانت باش فکر پرت و پرات جلوگیری کن وقتی میخوای به خوابی فکرهای منحرف نکن از اینجا شروع کنن یواش یواش تا اون آتش درش وجود بیاد یواش یواش ساخته بشی بیاد بالا قرار از اینکه اینا مطالب خصوصی و تخصصی است نه مسائل عمومی حالا ان در ادامه بحث به مختصری در حوزه قنوت و سر قنوت خواهیم پرداخت ان الله و السلام علیکم و رحمت الله و برکات